هفته گذشته عبدالمجید بیات نوه ارشد دکتر مصدق در سوئیس درگذشت. آقای بیات که هنگام مرگ 96 سال داشت، گرداننده اصلی بنیاد مصدق و کتابخانه ایران شناسی در ژنو بود. پشمان اکبرزاده نگاهی داشته به فعالیت‌های مرکز همراه با گفتگوی منتشر نشده با بنیانگذار آن که چند سال پیش در ژنو انجام شده. در ژنو بنیاد مصدق و کتابخانه ایران شناسی آن حدود 2 دهه مرکزی برای پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران بوده. مجموعه با بیش از 8000 اثر که گرداندن آن به شکل عمده به دوش عبدالمجید بیات نوه ارشد دکتر مصدق بود. این بنیاد اصلش از سال 2000 شروع شده. با پدر بزرگم صحبت کرده بودم، چون ایشون مایل نبودن نه مجسمه این یا چیزی از ایشون ساخته بشه. گفتم کتاب خونه، گفتش خوبه بد نیسته. این بود از این موضوع بعد که ایشون فوت کردم، من دیدم پسرهاشون ایش کنه از خودشون چیزی نشون ندادم برای پدرشون. این خب آقای لباس اینطوری قرار شده. من اینجا رو آمدم و گشتم و پیدا کردم. شروع کردیم به درست کردن داخلش و کتاب خونه و اینا و تا الان هم طور اتحال پیدا کردیم. فعالیت‌های بنیاد مصدق و کتابخانه آن در ژنو در شرایطی دنبال شده که پژوهش‌های ایرانشناسی در دانشگاه این شهر پس از انقلاب اسلامی متوقف شده. دانشگاه اینجا یه دونه صندلی مخصوص داشت برای ایران که قسمتی بود که یه کتابخانه کوچیک هم درست کرده بودن. دولت ایران پولش میداد و اینم نگه داشته بودن. تا اینکه انقلاب شد و دیگه دولت ایران پولش نداد. اینا فوری بستن اونجا رو و واگذار کردن به عربا. عربا الان پول زیاد میدن. کتابخونه رو هم بستن و تو کتابای بردم یه مقدار زیادی کتابای عربی بود. اونا رو نگه داشتن، کتابای فارسی رو همه رو جمع کردن، بذارن توی انبارشون که هست. بنیاد مصدق و کتابخانه ایرانشناسیان چندین دوره به اهدای جایزه مصدق به کارهای پژوهشی و همچنین برگزاری همایش پرداخت. ولی در سالهای اخیر عملاً تنها بخش کتابخانه فعالیت خود را ادامه داده. سال اول شروع کردیم یه مقدار آمدن کتاب گرفتن، گفتن بریم بخونیم منزل و اینا و گفتیم خب بهشون دادیم. بعدی که برامون شد یک دردسر خیلی بزرگی که باید بدویم دنبال این کتاب ها که داده بودیم. نمیدادن، یک انداخته بود توی جای دیگه، یک برسازی یک تصمیم گرفتیم کتاب ها اصلا ندیم. اینش که گفتیم هر کی بخواد اینجا محل هستش که استفاده کنن، بخونن، نوت بردارن، هر کاری. و اینجا الان جز به کتابخونه های شهر ژنو ضبط شده. خیلی بده چون شاگردایی هم که دانشگاه هستن که از ایران آمدن اینجا میدونن یه همچی چیزی هم هست، بینوشی میتونن بیان استفاده، ولی هم نمیان، میترسن از آقایان علما. بنیاد مصدق و کتابخانه دارای هیئت امناست و عبدالمجید بیات پیش از درگذشت ابراز امیدواری کرده بود که فعالیت‌های آن به کوشش این هیئت ادامه پیدا کند. پژمان اکبرزاده، ژنو.